খেয়ে শুয়ে মানে بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت خدمت شما بچه ها دانش آموزان گرامی. محمد رضایی بقا هستم، مدرس، مؤلف و طراح درس دین و زندگی. اگه بچه ها صدا رو دارین علامت بدید تا کار ویژه‌مون رو امروز شروع بکنیم، که خیلی حرف های امروز برای گفتن داریم. حتما تا آخر ساعت امروز حضور داشته باشید تا مطالب ما کامل گفته بشه. امروز هم میخوایم ماهی به دستتون بدیم، هم ماهیگیری، یعنی هم میخوایم در رابطه با اینکه کلن دین و زندگی رو چطور باید خوند، چطور باید باش برخورد کرد، تو بعضی تستات چه تکنیک هایی رو باید استفاده کرد ارتباط برقرار کنیم، هم میخوایم یه درس بدیم، هم میخوایم کلی تست حل کنیم و در قالب اون درس باز نکته سری تکنیک هایی رو خدمتون عرض بکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم بچه‌ها، ببینید درس دین و زندگی خب در چند سال اخیر روالی که پیدا کرده 25 سالی که است، از سال 51 تا 75 تو دفترچه کنکور ترتیب درس به درسش بچه‌ها به هم ریخته. از سال 95 تا 98 و 99 هم همین خواهد بود. ترتیب اینطوری نیست که آقا مثلا از سال دهم شروع بشه به ترتیب از درس یکش تا دوازده، بعد یازدهم یک تا دوازده، بعد سال دوازدهم مثلا از درس یک تا ده 25 تا سال، نه اینطوری نیست، به هم ریخته است. یه ترتیب نسبتا موضوعی داره، حدود 15 سال اول مباحث اعتقادی، توحید و معاد و نبوت و امامت و مباحث مربوط به این موضوعات حضرت مهدی و اینا، بعدش مباحث اخلاقی 5 تا سال، بعدش مباحث احکامم پایان بخش دفترچه بحث دین و زندگی خواهد بود. ولی ما کاری که امروز داریم بچه‌ها، اولا میخوام چند تا تکنیک جالب در رابطه با درس دین و زندگی به طور کلی عرض کنم، یعنی رو درس خاصی چند لحظه اول کلاس بحث خاص نمی کنم. نکته که میگم مال تمام درس های دین و زندگیه، هر جایی که این قالب باشه. و بعد از اون یکی از درس های در رابطه با سال دهم یعنی معاد شناسی رو بررسی خواهم کرد، چون الان ممکنه مخاطب ما بچه‌ای باشن که هم از سال دهم هستن، هم سال یازدهم، هم سال دوازدهم، گرچه بیشتر در واقع برای کنکور 1400 یازدهمی‌ها باید بیشتر گوش بدن، ولی تمام بچه‌ها مخاطب ما هستن. یه درسی از سال دهم بچه‌ها شروع کرد، بررسی خواهم کرد به زودی که اون رو هم خواهید دید. حد اکثر تا ساعت 4 خواهد بود، اگر هم زودتر کارمون تموم بشه که زیاد مزاحم مصدع اوقات شما نمی‌شیم، ولی خواستم از شما اینه که تا آخر ساعت باشید، چون خیلی نکات جالبی گیرتون میاد و مطالبیه که خب گرچه من یه سری کتاب هایی داشتم و توش نوشتم، ولی یه سری چیزها هم خب نمیشده تو کتاب نوشت، شاید کتاب ناخوانم شد یا غیر قابل فهمی شد. اینجا قرار شد که بررسی بکنیم و این ماهیگیری رو به دست شما بدیم. البته بچه ها درس دین و زندگی شاید فکر کنید یه درس کاملا حفظیه، آقا ما افس میکنیم میریم امتحان میدیم تموم شه میره، ولی تو بعضی از سوالات به هیچ وجه اینطوری نیست و همون بخشای حفظیش هم بند به مفاهیمشه، اینطوری نیست که فقط حفظی باشه. در رابطه با بچه‌ها حفظی بودن درس و دین و زندگی، یه نکته رو من بگم، شاید فکر کنید که آقا ما مثلا امتحان پایان ترم هم داشتیم دینی رو یکی دو روز قبلش میخوندیم میرفتیم یه 20 هم میگرفتیم راحت، کاری نداشت. به هیچ عنوان در کنکور بچه‌ها چنین چیزی جواب نمیده. بگم چرا؟ ببین کنکور یه امتحان نیست که فقط شما درس دینی رو دوست داشته باشید، که شما همه درس های 3 سال دبیرستان توی یک جا، نه یه درس نه دو درس، هر سه پایه رو هر 3 سال هر همه درساشو میخواید امتحان بدین. اتفاقی که میفته چی میشه؟ اتفاقی که میفته من باید حافظه بلند مدت داشته باشم از مباحث. بچه ها من باید یه طوری برخورد کنم که امروزی که فرض کن هفته تیره سال 99 سال بعد میخوام 1400 کنکور بدم، انقدر برام مطالب تکرار و دوره شده باشه تا بتونم اونجا جواب بگیرم و مطالب خاطرم بمونه. ولی اگر من مثلا گفته باشم خب من مثلا یکی دو ماه قبل از کنکور حالا شروع میکنم میخونم تمومش میرم آزمون میدم، به هیچ عنوان جواب نمیده، چون حجم مطالب حفظی تو درس دینی و سایر درس ها زیاده. اینه که حتما توصیه میکنم بچه ها، حتما توصیه میکنم از تابستون درس دینی رو جدی بگیرید.
نگید آقا حالا از مهر شروع میکنم، حالا از دیما به بعد شروع میکنم، از عید به بعد شروع میکنم. اصلا جواب نمیده بچه ها. حتما باید حافظه بلند مدتتون رو به کار بگیرید و اونهایی که موفق شدن با تکرار و دوره زیاد، درسی که امروز دادیم، امروز، دو روز بعدش، یه هفته بعدش، یه ماه بعدش، سه ماه بعدش، سال بعدش، اینقدر تکرار رو دوره کردن و ما تو کلاسمون چنین روالی رو خواهیم داشت، یعنی با تکلیفی که به شما میدیم، با کاری که از شما سر کلاس میخوایم، این روال و سیکل و آزمون‌های آنلاینی که برگزار می‌کنیم، سیکل رو می‌خوام که شما دنبال کنید و این تکرار اتفاق بیفته و حتما هم همینطور خواهد بود. خب بچه ها، من زیاد توضیحات کلی ندم، برم سراغ اصل مطلب که اول میخوام چند تا تکنیک و تاکتیک از کلی تکنیک هایی که تو درس دین و زندگی لازمه بهتون منتقل بکنم، حتما به دردتون میخوره. بچه ها نیا کنید، ما توی جاهایی از کتاب درسی یا قرآن تأکید رو داریم. مثلا تو درس یک سال دهم میگه قرآن کریم اینگونه بر حق بودن جهان تأکید میکند، یا مثلا قرآن کریم اینگونه کم ارزش بودن دنیا را بیان میکند و حقیقی بودن آخرت را تأکید میکند. تأکیدهای قرآن چه تیپیه؟ بچه من چهار تا اسلوب تأکید میخوام نشونتون بدم، بعد از اون تست حل کنم و مطلبی که هست. بچه ها پی دی اف جزوه رو پنلتون قرار گرفته، میتونید از اونجا بردارید اگر احیانا دنبال پی دی اف جزوه هستید خانم هانیه. خب بچه ها بریم سراغ اولین روش تأکید. خوب دقت کن، یه فعل این وسط میاد بچه ها، یه فعل میاد وسط، قبلش یه ل میاد، بعدش یه ن میاد. چیه؟ لام تأکید و نون تأکید. لام تأکید و نون تأکید میاد. خب آقا لام و نون تأکید کارش چیه؟ داره میگه یه موضوعی قطعیت و حتمیت داره. پس قطعی بودن و حتمی بودن فعل گاهی وقتا با این لام و نون تأکید بیان میشه. آقا یه مثال میزنی؟ یه مثال که هیچی، 6 تا مثال دارم میزنم. نگاه کن اولیش، مثلا من یه آیه رو تو درس 14 میبینم، میگه لیجمعنکم، لا یجمعنکم، حتما جمعت میکنه. بچه ها پس مینویسم برپایی قطعی قیامت رو داره میگه، حتما جمعت میکنه تو روز قیامت رو داره میگه. قطعیه خیلی مهمه بچه ها. لام تأکید، نون تأکید، لام تأکید و نون تأکید. بریم سراغ مثال دوم، میگه تو درس 9 سال 11 درس امام زمان، لیستخلفنهم فی الارض، لیستخلفنهم فی الارض، حتما حتما خلیفه میشن. یعنی چی؟ یعنی میگم قطعیت جانشینی در زمین، اینو میخواد بیان کنه، قطعا جانشین میشن. یا تو همون درس 9 11 میگه لا یمکنن لهم، یعنی چی؟ یعنی مستقر میشه دین، قطعا مستقر میشه. پس مفهومش میشه استقرار قطعی دین، قطعا دین مستقر میشه. مثال چهارم، لا، این تو درس 6 سال 12 تونه، کاری نداریم ما اصلا چه سالیه ها، الان 10 11 12 خوندی نخوند اصلا مهم نیست، ساختار و قاعده رو یاد بگیر، باش میخوام تست بزنیم، گوش کن. لا نهدینهم، یعنی چی؟ حتما حتما هدایت میشی، مفهومش میشه هدایت قطعی. ببین تو تستش کلمه قطعی رو میبینی، سری میری سراغ این ساختاری که گفتم، یعنی لام و نون تأکید. مثال پنجم، لا یبدلنهم، میبینی؟ یعنی حتما تبدیل میشه، تبدیل قطعی ترس به امنیت، و حالا تو آیه میخواد بگه. و تو درس 4-12 لا یسجنن، حتما حتما زندونیش میکنیم. داستانیه که حضرت یوسف رو به زندان میندازن، زندانی قطعی رو داره میگه، زلیخا داره یوسف رو تهدید میکنه. حالا بچه ها تست شماره 1 رو همه نگاه کنن، تست شماره 1 رو خوب 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 نگاه کن. میگه آقا وعده قطعی خدا اصلا دیگه ادامه سوال برای ما مهم نیست. کلمه قطعی رو دیدی، تست کنکور 96 هم هست،
عهد دقیانوس و گذشته و اینام نیست، یعنی میتونه باز هم بیاد در کنکور، همین دو سال پیشه. خب بچه‌ها وقتی کلمه قطعی رو میبینی یکی از ساختاراش لام تاکید و نون تاکیده. الان به نظرتون گزینه چند پاسخ تست یک ماست؟ شماره گزینه رو بچه‌ها بفرستید ببینم. باریکالله باریکالله باریکالله. میخوام بگم بچه‌ها علاوه بر این که من میخونم و مطالعه میکنم آیه رو بررسی میکنم، یک غرقه هایی وجود داره که بسیار تعدادش زیاده تو ریزکاری های درس دینی و داستان واقعا درست میکنه برای ما. باریکالله به این توجه. بچه‌ها لام تاکید نون تاکید تموم شد، قطعیت رو به عنوان پاسخ گرفتم گزینه 4. اما یه تست سخت‌تر با هم بزنیم. بچه‌ها تست 2 رو نگاه کنید. تست 2 بازم کنکور 96، این بار رشته انسانیه. گفتم بازم وعده قطعی. خب من قطعی رو میبینم، میرم سراغ لام و نون تاکید. قطعا بین گزینه 1 یا 3 یا 2 یا 4 دنبال قطعی میگردی، لام و نون تاکید گزینه 2 یا 4. خب حالا یه ذره سخت‌تر سوالش، میگه خدا همراه چه کسانی است؟ اینجا من باید ادامه آیه رو بلد باشم. اینجا بچه‌ها اواخر همین درس امروز که میگم تا آخر ساعت حتما حضور داشته باشید، در مورد تکنیک حفظ شدن آیه، نه حفظ کردن آیه، در مورد حفظ شدن آیه میخوام صحبت بکنم، که حالا اگر بعدن مطالعه بکنیم با هم بررسی بکنیم. ان الله لمع المحسنین، این خدا با نیکوکارانه، میفهمی خدا همراه چه کسانی است؟ همراه محسنینه. و گزینه 4 پاسخ ما میشه، کما اینکه بعضی از بچه‌ها هم توجه بهش داشتن. بسیار خوب، این فقط خواستم سوالای قطعی رو صحبت کنیم. بعدن چند لحظه بعد همین امروز در مورد حفظایه که به شدت سوالاتی است که در کنکور سر و کلش پیدا میشه صحبت خواهم کرد. اما بچه‌ها یکی از ساختارهای دیگه‌ای که باهاش کنکور میاد تأکید میکنه، تو آیات قرآن تو احادیث تأکید رو میبینیم، لغت انما هست. انما یعنی فقط، معنی انحصار میده، معنی حصر میده، هم در آیات هم در احادیث. مثالاشو با هم یه بررسی کنیم. بچه من هنوز دارم فعلا مقدمه چینی میکنم، هنوز درس رسمی شروع نکردم، یه چند تا تکنیک با هم ببینیم، بعد وارد درس اصلی خواهیم شد. یه بخش از معاد شناسی رو براتون در نظر گرفتم که به شدت فوق‌العاده است، باید حتما با هم بررسی کنیم. خب بچه ها انما در آیات، مثلا انما ولیکم الله و رسوله، حالا اونا که 11 رو خوندن میدونن این آیه ولایته، کاری نداریم مثلا چیه، یعنی فقط ولی، منحصرا ولی خدا و رسول و مؤمنیه که توی رکوع صدقه میدن، دیگه چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. آیه تطهیره، یعنی میگه فقط افراد خاصی تطهیر رو دارن. پس این میشه مفهومش، آیه اول ولایت انحصاری، ولایت مخصوص گروه خاصه، اینجا میشه بچه پاکی انحصاری یا همون عصمت انحصاری، عصمت مال گروه خاصیه. آیه مدی رو ببین، تو 12 اومده، کاری ندارم من الان چه درسیه، نکته رو یاد بگیر. انما اعظکم به واحده، فقط یه موعظه برات دارم، ان تقوموا لله، قیام کنی برای خدا، مثنا و فرادا، جمعی یا فردی. بچه اینجا داره یک نصیحت انحصاری بیان میشه. آقا نصیحت انحصاری چیه؟ وقتی میگه فقط یه دونه نصیحت دارم، یعنی میخوام مهمترین نصیحتمو براتون بگم دیگه، درسته؟ حالا این یکی رو نگاه کن، انما نملی، فقط فرصت میدیم گناه زیاد بشه. پس این مفهوم نملی بعد میگیم چیه داستانش، فرصت انحصاری، فقط فرصت داده میشه برای افزایش گناه، که اون بدبختا، آدم بدا، آدمای خیلی بد، خودشون میرن گناه میکنن، از فرصت سوء استفاده میکنن. یه انما تو حدیث با هم ببینیم، انما الاعمال بالنیات، دیگه عمل وابسته به نیته، یعنی نیتت باید خالصانه و با اخلاص باشه. حالا بچه ها تست شماره 3 رو نگاه کنید. تست شماره 3 کنکور 92 به من انما رو داده، انما رو داده، گفته آقا کدوم پیام از این آیه برداشت میشه. بچه ها طبق قاعده ای که گفتم خوب به گزینه ها نگاه کنید. گزینه صحیح به نظرتون چنده؟ 10 ای والله، باریکالله، کلمه منحصر داره، انحصار داره، انحصار
در گزینه دو برای ما پیدا میشه، چون انما یعنی فقط مفهوم انحصار رو به ما میرسونه، منحصر کردن ولایت خدا و رسول و اولیای بر حق او. خب این دوتا ساختار. بچه ساختار سوم رو دقت کنید، تو عربی هم گاهی شاید بعضی شنیده باشن، بهش میگن اسلوب حصر بیشتر. حالا ما در حد عربی نمیخوام بدونیم مستثنا و مستثنا مفرق و اینا، نه، در حدی که دینی بتونیم پیامایه به دست بیاریم. همین نگاه کنید، اگر یه حرف منفی بیاد، حرف نفیه، مثل ما نیست، لا نه، ان بعضی مقام معنی نیست میده دیگه، با الا بیاد اسلوب حصر تشکیل میشه، بازم معنی فقط و فقط رو میده، بازم معنی انحصار رو افاده میکنه. چند تا مثال با هم بزنیم بچه ها. مثلا همین عبارت ساده لا اله الا الله، نیست معبودی جز خدا، یعنی فقط معبود خداست، که آیه قرآنش هم اینو داریم، الله لا اله الا هو، نیستش معبودی جز او. اینم میگه معبود انحصاری فقط و فقط و فقط منحصرا خداست، هیچ معبودی جز او نیست. آیه دومو ببین، ما خلقناهما الا بالحق نیافریدیمتون ما جز به حق، یعنی فقط حکیمانه و به حق میآفرینیم، هیچ جور دیگه ای نمیآفرینیم، اصلا به هیچ عنوان باطل نیست، فقط حکیمانه است. این از این. آیه سوم، ما که این الان این آیات مثال 3 و 4 و 5 و 6 بچه‌ها دیگه میره تو اون درسی که میخوایم بحثش شروع کنیم، بحث معاد شناسی، ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب، نیست دنیا جز لهو و لعب، یعنی دنیا فقط سرگرمی و بازیه، دنیا اصلی نیست، دنیا کم ارزشه، یعنی دنیا منحصراً سرگرمی و بازیه، فکر نکنی اصلیه. مثال 4، ما حرف منفی هیه الا حیاتون دنیا، فقط تو این دنیای ما، زندگیمون فقط تو دنیاست. این البته حرف کافراست بچه، یعنی منحصر و محدود میدونن زندگی رو به دنیا، و بعدا خواهیم گفت چون زندگی رو محدود به دنیا میبینن مرگ براشون ناگواره. خب مثال 5، ما یهلکنا الا الدهر، فقط گذشت روزگار دهر ما رو نابود میکنه، تنها عامل نابودیشون رو گذشت روزگار میدونن، بازم این فکر کافرانه، اینا گذر روزگار ما رو از دنیا میبره یه سری دیگر رو میاره دیگه، اصلا خدا مثلا معاد چیزی نیست، اصلا معاد رو قبول ندارن کافران. خب مثال 6، ان هم الا یظنون، نیست مگر گمانشون، فقط از روی گمان حرف میزنن. بچه ها سخن این کافران، بازم این ویژگی کافرانه، فقط از روی ظن و گمان حرف میزنن، هر کی میگن حرف بی خود میزنن. بریم سراغ اسلوب 4 بگم و برم سراغ تکنیک و تست و بریم سراغ درس. بچه ها یه قالب دیگه ای که باهاش تأکید صورت میگیره اینه، استفاده از ضمیر فصله. آقا ضمیر فصل چیه؟ آقا یه هو یا هیه، یه هو یا هیه معمولا بین مبتدا و خبر قرار میگیره، تأکید میکنه بر مبتدا. مثلا نگاه کنید، والله هو الغنی الحمید، خدا همون بی نیاز ستوده است، یعنی این رو خدا داره تأکید میکنه، خدا بی نیاز ستوده است. مثلا و هو اینجا مبتداش حذف شده، الله رو داره میگه، و هو الواحد القهار، الله همون یگانه مقتدره. خب از اینایی که توضیح دادیم تأکیدها رو میخوایم تو تست 5 البته استفاده کنیم. من یه نکته دیگه بگم بعد درس رو شروع کنم، نگاه کنید، خیلی دارم مقدمه چینی میکنم برای اینکه بریم سراغ اون تکنیک های اصلی که درسم با شروع بکنیم. نگاه کنید بچه ها، تکنیک 2، به خاطر سپردن نام درس یک تکنیکه. بچه ها برترین های کنکور اسم درس ها هم باید بلد باشن. آقا اسم درس 1 چیه؟ هدف زندگی. 2 پر پرواز. 3 پنجره‌ای به روشنایی. پنجره‌ای به روشنایی اسم درس. آقا به چه دردی میخوره؟ ما را سر کار نذاری، اینجا رو نگاه کن، به چه دردی میخوره نگاه کن. سوال کنکور 98 بچه ها سال گذشته برگزار شد، باز شدن پنجره روشنایی توی گزینه، توی صورت سوال، الان مورد صورت سوالیش هم مثال میزنم، به ما یهویی میاد جواب میگه، یعنی به ما راهنمایی داره میکنه بچه ها.
پنجره به روشنایی تو درس میخونی. منظور امیدواریه، یکی از پیامدهای دیدگاه اعتقاد به ما اینه که امیدوار میشن، روشنایی ایجاد میشه. حالا من بلد ممکنه نباشم اون نکته رو، ولی اسم درس به من راهنمایی میکنه تو گزینه. نگاه کنید، عمل به آیه من آمن بالله و الیوم الاخر بر عمل از صالحان چه ثمره ای دارد. کاری الان با ثمره ندارم، ته درس در مورد ثمره علت من رو میخوام صحبت کنم ته درس، برای همین هی دارم میگم حتما تا ته ساعت با ما همراه باشید. علت و معلول اونجا خیلی بچه ها داستان دارن توش. حالا کاری نداریم. چه ثمره ای دارد؟ فلا خوف علیهم. بعدم چند لحظه بعد یعنی تو آخر ساعت میگم که چه جوری آیه رو حفظ بشویم. ولا هم یحزنون، اینجا ادامه آیه است، این آیه رو باید بزنم. خب طبعا دوچار نشدن به حزن و اندوه میشه قسمت اولش، ما با قسمت اولش تکنیک نمیخوایم بزنیم. اینجا رو کن، این موضوع به کدام پیامد اشاره دارد؟ آقا من بلد نیستم کدوم پیامد معاد، ولی میرم سراغ اسم درس. آقا اسم درس پنجره‌ای به روشنایی، پنجره امید و روشنایی به انسان باز میشه. گزینه 4 پاسخ ما میشه سوال. بله دقیقاً خانم رفیع. بریم سراغ مثال دوم. آقا درس 1 پایه 12 هنوز نخوندی، شاید اسمش چیه؟ هستی بخش. اسمش هستی بخشه. خب اشاره هم داره به مفهوم خالقیت خدا. کنکور 93 رو نگاه کن، تو صورت سوال اسم درس 1 استفاده شده. نگاه کنید، گفته هستی بخشیه. اوه انحصاری هم داره، چقدر جالب. یعنی هم نکته اولی که داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم تأکید انحصار و اینا رو داره، هم هستی بخش اسم درس رو داره، دو تا تکنیک ما رو داره، چقدر جالب. خب آقا هستی بخش میشه همون خالق، میشه خالقیت. آقا انحصاریش کجاشه بچه‌ها؟ چهارمین اسلوبی که ما باش انحصار رو درست می‌کردیم استفاده از ضمیر فصل بود، درسته؟ استفاده از ضمیر فصل بود. بیا اینجا استفاده از ضمیر فصل کو اینهاش و هو الواحد القهار، اینم انحصارشه. پس گزینه 1 پاسخ ما میشه بچه‌ها. سایر گزینه ها به یگانگی خدا اشاره داشت، ولی یگانگی در هستی بخشی رو ما می‌خواستیم. هستی بخشی خدا یعنی خالقیت که داستان مخصوص خودش رو داره. من بگذرم از این تکنیک ها، درس 3 رو شروع کنم، تدریس کامل میخوام انجام بدم، در قالبش بازم تکنیک ها، نکته ها و کارهای عجیب غریب و کلی تست امروز با هم بخوایم حل کنیم و با ما همراه باشید. بچه درس 3 عنوانش هست پنجره ای به. من چرا این درس رو انتخاب کردم؟ بچه این درس از اون لحاظ انتخاب شده که در کنکور 98 تو تک تک رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان، خارج کشور، انسانی خارج، تو تک تک اینها سوال داشت. یعنی یک درس پرسوالیه، 100% یکی از سوالاتون از این درسه. من اینجوری بگم بچه ها بتون، شما 34 تا درس برای رشته ریاضی تجربی دارید که از 34 تا درس قراره 25 تا سوال ترشه. انسانی ها 45 تا درس دادن، ما توی کلاس خودمون به رشته انسانی هم تایم های مخصوصی رو اختصاص میدیم و به اونها هم توجه ویژه‌ای داریم. به هر حال قراره 25 تا سوال تر بشه، یعنی بعضی از درس ها ممکنه سوال نداشته باشه تو کنکور، ولی این درس به هیچ عنوان نمیشه سوال نداشته باشه، 100% درس سوال میاد. موضوع درس چیه آقا؟ تو این درس میخوایم دیدگاه اعتقاد به معاد و انکار معاد رو بررسی کنیم و پیامدهاش هم با هم چک بکنیم، چه نتایجی داره چه پیامدهایی داره. خب یه مقدمه این درس داره، میگه آقا پرسشی که فراگیره ذهن بشر رو مشغول کرده در طول تاریخ، اون پرسش فراگیر و مشغول کننده ذهن بشر در طول تاریخ چیستی مرگه. بچه ها به چیستی میگن؟ ماهیت. یکی از چالش هایی که ما در کنکور دین و زندگی بچه ها باش مواجه هستیم کلمات قلمبه سلمبه است که طراح استفاده میکنه. ممکنه این کلمات قلمبه سلمبه برای ما درد سرساز بشه، بنابراین حتما باید با یک سری اصطلاحات که ما سر کلاس هم مطرح میکنیم آشنا باشید که اگر اون الفاظ تو صورت تست دیده شد داستان درست نکنه. یه موقع بچه اون کلمات قلمبه سلمبه خیلی درد سرساز نیست، مثلا میخواد بگه کدام پیام از این آیه برداشت میشود، به جای که بگه کدام پیام از این آیه برداشت میشود میگه کدام پیام از این آیه مستفاد میگردد، مستفاد یعنی برداشت میگردد. خیلی تغییر تو پا
پاسخدهی ما به سوال نداره. یا مثلا تو تست میگه پیام مستنبط از این آیه کدام است؟ مستنبط، مستفاد، خیلی مشکلی برای ما درست میکنه. آقا پیام آیه رو خواسته دیگه. ولی یه موقع هایی دقیقاً میاد سراغ متن درس، محتوای درس رو مورد کلمات قلم سلم قرار میده و داستان درست میکنه. یه مثال براتون بزنم. مثلا تو سال 11 میخونید که مثلا نوشته حفظ قرآن کریم از تحریف. مثاله حفظ قرآن از تحریف رو تو کنکور 93 میدونی چی بهش گفته؟ گفته سیانت قرآن کریم از تندباد دیرینه تحریف. سیانت قرآن کریم از تو، خب بابا میگفتی حفظ قرآن از تحریف دیگه، چرا شروعش میکنی؟ سوالو میپزن بچه‌ها. یه مقدار میگن ببین شما اون موقعی که کتاب سال دهم میخوندی 16 ساله بودی، الان داری کنکور میدی 18 ساله ای، اون موقع که 11 میخوندی 17 ساله بودی، الان یه لول باید بیای بالاتر 18 ساله باید کنکور بدی. یه خورده الفاظ کنکور رو بچه‌ها چیکار میکنن؟ میپزن، پخته ترش میکنن. این باعث میشه که شما بعضی موقع ها دوچار داستان بشید. برای همین ما سر کلاس تمام نکات مربوط به درس، اصطلاحات قلم سلم به علت و معلول ها، مطالبی که دوچار داستان میکنن شما رو خواهیم گفت. چرا که علاوه بر کنکور حتی مباحث آزمون آزمایشی که شما درست ممکنه تابستون خیلی آزمون آزمایشی نداشته باشید، ولی از اول مهر که شروع میکنید یه بیس و بنیه قوی داشته باشید و آمادگی برید سر جلسه. واقعیتش بچه ها من بیدو بهتون بگم درس دین و زندگی یه درسیه، بچه ها تا چند تا آزمون آزمایشی نرن، شرکت نکنن، به اون در واقع داستان ها و چالش هایی که توش ممکنه باشه ممکنه پی نبرن. ولی وقتی یکی دو تا آزمون شرکت میکنه تازه میفهمه آقا درس دین و زندگی چه داستانی داره واسه خودش. خب من برم سراغ این که اون سوال فراگیر و مشغول کننده ذهن چی بود؟ چیستی و ماهیت مرگ و آینده انسان پس از آن یه پرسش فراگیر در طول تاریخ بوده. خب بچه ها انسان یک موجود دو بعدیه. حالا طراح ببین چجوری سوال تر میکنه، نگاه کن، به جای دو بعدی میگه انسان یک موجود دو ساحتیه. دو ساحتی هم یعنی همون دو بعدی، بعد میشه همون ساحت دیگه، اسم دیگه‌شه. خب مثلا به جایی که بگه بعد جسمانی میگه ساحت جسمانی، به جایی که بگه بعد روحانی میگه ساحت روحانی، اشکالی نداره. نگاه کنید بعد جسمانی، جسم مبنای انکار معاده، مال منکران معاده، میگن آقا ما فقط جسم داریم مثلا روح نداریم. خب به بعد جسمانی که بچه ها مادی هست اصطلاحا میگن غیر مجرد. بچه ها اینجا مجرد منظور سینگل و متأهل و این حرفا نیست، تو این فازا نیایید. خب اینجا مجرد یعنی غیر مادی، مجرد یعنی غیر مادی، غیر مادی، پس غیر مجرد میشه مادی. درست چی شد؟ مجرد میشه غیر مادی ولی غیر مجرد میشه مادی. انسانی ها اینه که میگن بیشتر درک میکنن چون بحث بعد مجرد و غیر مجرد بیشتر دارن، ولی تو تست ریاضی تجربیه تو دینیشون هم میاد دیگه. خب آقا بعد جسمانی که اسمش غیر مجرد قلم به سلم بشین میشه دائم در حال تغییر و دگرگونیه، فرسوده و متلاشی میشه، طراح بهش میگه مستهلک میشه. مستهلک یعنی در واقع استهلاک داره، فرسوده متلاشی میشه. بچه ها تجزیه و تحلیل هم میپذیره، جسم تجزیه و تحلیل پذیره. همین تجزیه و تحلیل پذیره که خیلی ساده واضح میفهم یعنی جز جز میشه، تیکه تیکه میشه. طراح اینجوری استفاده میکنه بچه ها، میگه غیر قابل انفکاک، ببخشید قابل انفکاک. انفکاک یعنی تفکیک، تیکه تیکه شدن، خب تجزیه شدن. پس این جسم قابل انفکاکه. بچه من اگر این همه کلمات عجیب غریب به کار میبرم، راستیتش بگم چون خودم طراح، خب آزمونه دیدید دیگه، قلمچی و گاج و نشانه و بعضی آزمونه دیگه هم هستم، نگاه طراحانه رو سعی میکنم بر شما بگم. شاید شما بگید اه مثلا بعضی موقع خب ما نقطه تست میذاریم، بعضی بچه‌ها مثلا این کلمات قلم سرا میشنون میگن ای مثلا لعنت بر کنکور، ای لعنت بر فلان بیسار. خب اوکی میدونم چه دشواری داره، ولی به زودی اینقدر با جلساتی که برگزار میکنیم با این کلمات مواجه میشید و برخورد میکنید، این اصلا براتون یه عادی و پیش پا افتاده میشه و میپذیرید به عنوان که آقا کنکور دینی اینطوریه، چاره ای هم نیست، باید باش مواجه بشیم.
اینه که نگران این داستانه، این که آقا چرا اصلا این طرح اینجوری به کار میبرن و نمیدونم آقا ما را از درس دینی و دینی زده کردن یا نباشید. خب اشاق اینجا بود روحانی که غیر مادی و مجرده مبنای اعتقاد به معاد، معتقدان معاد در واقع رو روح سرمایه گذاری میکنن. آقا این تجزیه و تحلیل نمیپذیره، همونی که بهش میگفتیم غیر قابل انفکاک، انفکاک ناپذیره. خب باقی میمونه، آقا باقی میمونه رو ترابش میگه فنا ناپذیر، فانی نمیشه. بعد از مرگ حیات و آگاهیشو بچه ها بعد از مرگ در کجا داره؟ در برزخ خواهد داشت. حیات و آگاهیشو از دست نمیده، شعور آگاهی داره. بچه ها اول یک تست نکته‌دار رو حل کنید بچه ها، بقشنگ که گیر کردین اگر احیانا تو صورت سوال، یعنی منظور که تو پاسخ دهی به سوال، بعد نکته شو من بگم براتون. بگین بچه ها این تست شماره 6 به نظرتون چند میشه؟ تست شماره 6 تست شماره 6 رو بگین چند میشه؟ خب خدمتتون عرض کنم که به به چه اختلافیه بین بچه ها. تعداد پاسخهای صحیح خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه. تست خوبیه بچه ها، نگاه کنین. بیاید اینجا میگم با توجه به آیات قرآن که این روایات پیشوان دینه، عامل اصلی گناه خود انسانه. منظور از این خود چیه؟ بچه ها نگاه کنید، این سوال مفهومیه، یعنی خیلی مستقیم از کتاب درسی نیست، ولی الان نکته شو میخوام بگم که روتین بشه براتون. بچه ها حواسا اینجا، ببینید عامل گناه، عامل گناه، عامل گناه اختیاره. ما با اختیار خودمون گناه میکنیم، درست شد؟ آقا عامل اصلی گناه اختیاره، خودت تصمیم میگیری گناه کنی. اختیار یه چیز روحانیه، جسم نیست. خب پس اونی که گناه میکنه یا تصمیم به گناه میگیره بچه ها روحه، یعنی گزینه یک یا سه. آقا و جسم نیست، جسم بدست ها، اون جسم پسته است. بد که نه، پسته. نه بچه ها، جسم ابزار گناهه، ابزار گناه جسمه. آقا تو میخوای پس کله دوستت بزنی اذیتش کنی، با دست میزنی دیگه. خب ولی عامل تصمیم گیری، تصمیم گیرنده در رابطه با گناه در واقع هم روحته، یک یا سه. که روح چی میباشد بچه ها؟ گزینه یک گفته همراه با تغییر میباشد، گزینه سه گفته مسئول از اصلاح. چه این تست کنکوره ها، ببین من بالا اگر گفتم مستهلک از خودم نگفتم، ببین قشنگ اینجا گفته مسئول از استهلاک. ببینی صورت تست اینجوری باید برای ما حلاجی شده باشه قبلا، یعنی محفوظ از استهلاک. بچا گزینه یک یا سه اینجاش، یعنی قسمت دوم که میرسه خود بچه ها فکر میکنن که خب باید یکیشون انتخاب کنن دیگه، یا همراه با تغییر یا مزون از استهلاک، در حالی که اینطور نیست، هر دوتاش درسته. یعنی روح هم همراه با تغییره، تغییر میپذیره. آدم میتونه خوب بشه، میتونه بد بشه، میتونه رویات خوب پیدا کنه، میتونه رویات بد پیدا کنه، هم مسئول از استهلاک جفتش. درسته تست دام آموزشی داره، یعنی تو نباید یکی رو رد کنی بری بعدی، بهم میگن دام آموزشی، حواست باشه. خب و در آن تغییر و دگرگونی همین الان گفتم دیگه هست. روح میتونه خوب بشه، روح میتونه بد بشه. دم اونایی هم که از اول گفتن سه، اونایی هم که الان ده به سه رسیدن دمشون گرم. بازم بچه ها اگر کسی هست، سلام سلام جناب ستاد، الان کسی اگر هست که سوال رو نفهمیده باشه یه بار دیگه بگه توضیح بدم. بچه ها یه بار دیگه توضیح بدم. یا اوکی شد ها؟ خیلی سوال جالبیه، یه بار دیگه سوال یه کوچولو توضیح بدم. بچه ها عامل اصلی گناه اختیار ماست، اختیار مال روحه، جسم وسیله گناهه،
ابزارشه، ولی خود روح ما، جسم ما، ببخشید روح ما، اختیار ما تصمیم میگیره گناه انجام بده. حالا روح تغییر پذیرم هست، مسئول از استهلاکم هست. زهرا خانم ببین قسمت دوم، روح هم تغییر میکنه، تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی میتونه خوب بشه، بد بشه، نیکی ها رو انجام بده، بدی ها رو انجام بده، هم تغییر میکنه و هم استهلاک نمیپذیره، مسئول از استهلاکه، یعنی تجزیه، تحلیل، فرسوده، متلاشی و مستهلک نمیشه. پس درش تغییر و دگرگونی هم گفتیم هست، میتونه خوب یا بد بشه. پس گزینه سه پاسخ ما شد. بچه ها همه شیرفهم شدن؟ اوکیه؟ ما توی در واقع کلاسی هم که سال گذشته همینجا داشتیم با بچه ها به صورت آنلاین، آره بچه ها سوالاشون رو توی گروهی که تو واتساپ تشکیل دادیم راحت میپرسیدن، اشکالاتشون رو یه توستسی و از جزوه مد نظر داشتن، بارها بارها میپرسیدن، مشکلی هم نداره، سر کلاس تو گروه میتونیم راحت توضیح بدیم و اوکی میکنیم قضیه رو. خب اگر حله که بریم سراغ نکته مهم. بچه ها روح هم مینویسم تغییر پذیره، روح هم تغییر میکنه، میتونه خوب بد بشه و ویژگی اختیار مربوط رو بوده روحانی است. حالا یه نکته دیگه بگم بچه ها، نگاه کنید، اگر بگه وجه اشتراک روح و جسم چیه؟ آقا شما هرچی گفتی بین روح و جسم متفاوت بود. آقا جسم تجزیه میپذیره، روح تجزیه نمیپذیره. جسم فرسود و متلاشی میشه، روح نمیشه. مثلا جسم محدود به زمان و مکان، روح فارغ از مکان و زمانه. اینم خودش یه نکته ایه، بذار اینجا یه نکته بنویسم. بچه یکی از ویژگی‌های روح چیه؟ روح فارغ از زمان و مکانه. آقا یعنی چی؟ یعنی روح وابسته به زمان و مکان نیست، یعنی آزاد از زمان و مکانه. بگذاریم اینا همه تفاوت‌های جسم و روح بود. حالا تشابه و اشتراک یا تشابه جسم و روح در چیه؟ در اینه که هر دو تغییر پذیرن. آقا جسم داره هی تغییر میپذیره، روح هم متناسب با اخلاقیات ما، بله آفرین، تغییر پذیری شد جواب. مرسی از جناب سلحشور. بریم سراغ تکنیک بعدی. بچه ها همه تون تو عربی فکر میکنم دیگه بلدید دیگه. اگر یه جایی فعلی از ریشه کانه بیاد، بعدش یه فعل مضارع بیاد، چجوری ترجمه میشه؟ استمراری، استمراری ترجمه میشه، ماضی استمراری. خب این بچه ها تو تستا یه هایی میبینی نوشته مثلا اعمال زشت مستمر انسان موجب گواهی دادن اعضای بدن میشه. تا کلمه مستمر یا استمراری رو تو صورت سوال میبینم، فوراً میرم سراغ یه کانه و المضارع تو آیه که قرآن داده. مثلا ما چند تا آیه داریم این تیپیه، نگاه کنید، نگاه کنید. لو کانو یعلمون، اینو تو همین درس امروز میخونیم. خب کانو یعلمون، اگر میدانستند، دانایی و معرفت مستمر داشتند، دائما میدونستند. به ما کانو یکسبون، کسب کردن، انجام دادن اعمال زشتی رو به صورت مستمر. یا مثلا من کان یرید العزه، من کان یرید ثواب دنیا، دو تا آیه این تیپی هم داریم. خب یعنی اینا اراده میکنن، یرید و اراده میکنن مستمر. خب یعنی چی مستمر؟ این یعنی اراده محکم دارن، همت بزرگ دارن، استمراری میخوان یه چیزی، یه چنین مفاهیمی رو برای ما به دنبال دارد. اما اینا بریم سراغ اصل درس که همون دیدگاه اعتقاد به معاد یا انکار معاد بود. بچه ما دو تا دیدگاه در رابطه با معاد داریم، اختیار دارن انسان ها یکی از این دو دیدگاه رو برگزینن. دیدگاه اول دیدگاه اعتقاد به معاده. آیش چیه؟ من آمن بالله، ایمان به خدا، ولی یوم الاخر و روز قیامت و عمل صالحن. این ستا رو با هم دارن، ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح. چی شد آقا یهویی؟ آقا ما کلاسمون بعضی موقع آره از حالت عادی خودش خارج میشه و میره تو فاز اینکه قرآن رو با صوت زیبا بخونیم دیگه، درسته؟ خدمت شما عرض شد، ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح، این میشه دیدگاه اعتقاد به معاد.
دیدگاهش توی متن درس چیه و پیامدهاشو هم به زودی میخونیم. خب بچه‌ها، در دیدگاه اعتقاد به معاد، مرگ مثل پل میمونه، یه انتقال میمونه، مثل یه پله. حالا تست چی بهت میده؟ میگه مرگ مثل یه معبره، مرگ مثل یه گذرگاهه. کاملا اینام درسته، انتقال میده تو رو از دنیا به برزخ و قیامت. حالا غروبی برای جسم نروح، غروبی برای جسم نروح، طلوعی برای روح نجسم، طلوعی برای روح نجسم. دقت کنا، این از تفکر معتقدان در رابطه با مرگ. مرگ چیز بدی نیست، یه وسیله است برای انتقال. خب حالا پیامبر چی فرمود؟ پیامبر میفرماد برای فنا و نابودی خلق نشدید، برای بقا و جاودانگی خلق شدید. یا آیه قرآن میگه برای حیوان خلق شدید. بچه ها، حیوان یعنی زندگی حقیقی. چند لحظه بعد توی آیه قرآن میخونیم که آخرت همون زندگی حقیقی است. این حدیث پیغمبر رو تو تست گفته بچه ها، گفته با کدوم آیه ارتباط داره؟ با آیه که توش کلید واژه حیوان رو داره. خلق شدید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل میشوید. آقا منتقل میشوید یعنی مرگ مثل چیه؟ مرگ مثل یه پل میمونه. خب بیا اینجا حدیث دیگه ای از پیامبر، خوب گوش کن، خوب گوش کن، نکن. میگه باوش، بچه حرف ب رو کد کنید برای خودتون، باوش اونی که فراوان بیاد مرگه و بهتر از دیگران خودشو برای مرگ آماده میکنه. همین بی که من رنگی کردم بچه ها، باوش بیاد مرگه، بهتر از دیگران خودشو برای مرگ آماده میکنه. همین بی که من رنگی کردم باهاش دو تا تست کنکور حل میشه، یعنی هم کنکور 94 اومده هم 91. اینا تو ذهنتون داشته باشید، کد کنید، راحت به پاسخ میرسید. چرا آقا اینجوری گفتی باوش به یاد مرگی؟ چه حرکتی آقا؟ بچه ها ما یه حدیث شبیهش داریم. اینجا گفت باهوشترین مومنان، تو درس 8 دهم خواهیم خوند، زیرکترین انسان. اوه اوه اوه، خطرناک شد. امام علی فرموده زیرکترین انسان انسانیست که از عملش برای آینده و معادش حساب بکشه. انسان محاسبه گر میشه زیرک، اما باوش باید بیاد مرگ باشه، این تو هم قاطی نشه. خب اما حدیث دیگه از پیامبر داریم، میفهمد در ما دیگه های اعتقاد به معاد، الناسو نیومون، مردم همه خوابن. نیام یعنی خوابی کوتاه و گذراست. دنیا، دنیا خوابه ها، مرگ خواب نیست بچه ها. دنیا مثل خوابه، مرگ بیداریه، آگاهی، هوشیاریه. فاذا ماتو، وقتی بمیرن تازه بیدار میشن. مرگ افزایش بیداری و هوشیاری. انتبهو، بی آگاه میشن. البته به این برزخ رو داره میگه، افزایش شعور آگاهی در عالم برزخ اتفاق میفته. این احادیثی که از پیغمبر خوندیم همش با این آیه ارتباط داره. و ما هذه الحیات الدنیا، نیستش زندگی این دنیا، الا لهو و لعب، جز سرگرمی و بازیچه. دنیا سرگرمی و بازیه بابا، دل نبند به دنیا. دنیا سرگرمی و بازیه، سرکاریه. و ان الدار الاخرت هی الحیوان، آخرت زندگی راستینه، آخرت حقیقیه. نکنید حقیقی بودن آخرت رو میرسونه اینجا. لو کانوا یعلمون، اگر که میدونستن. تکنیک هایی که یاد گرفتیم اول ساعت اینجا کاربردیشو ببینیم بچه ها. نگاه کنید الان اینجا یه ما داره، یه الا داره، انحصاره. فقط دنیا لهو و لعبه. الان آخرش یه کانه داره، یه فعل مضارعم داره، یعنی استمراری رو برای ما میاره، حالت استمراری خواهد داشت. درست شد بچه ها؟ پس پیامش رو نگاه کنیم ببینیم چه پیامی ازش میگیره تو تست. دانایی مستمر، کانو یعلمون، علم و دانایی مستمر به حیوان بودن آخرت، به حقیقی بودن آخرت، عامل دل نبستن به دنیای بازیچه است. دنیا فقط سرگرمی و بازیه. دنیا کم ارزشه، بی ارزش نیستا، دنیا کم ارزشه. اما آثار و پیامدهای اینجور نگاه کردن به مواد رو با هم ببینیم. نگاه کنید، زندگی و شور و نشاط میگیره، انگیزه و امید و انرژی و همت به انسان میده. بچه ها، کسی که شور و نشاط داره چی نداره؟ شور و نشاط داره چی نداره؟ غم نداره. غم نداره آیاش چی میشه؟ لا هم یحزنون، اندوهی ندارند. این ببین، این ادامه همین آیه است که الان خوندیم.
آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا ایمان و عمل صالح رو داشته باشن، به خدا و آخرت ایمان داشته باشن، لاهم یحزنون میشن، اندوهی ندارن. خب چرا اندوهی نیستن؟ نکته ترکیبی رو دقت کن بچه ها. تو کنکور دینی معمولا بین 3 تا 5 سوال از 25 سوال ترکیبیه، مخصوص اونایی که میخوان برن بالای 70 80 بزننه، یعنی 20% کنکور ترکیبیه. اینکه خیلی از بچه ها تلاش میکنن خودشونو واقعا خیلی مطالعه درس دینی بر دینی وقت میذارن ولی نتیجه نمیگیرن. آقا ما از مثلا یه 50 60 درصدی بالاتر نمیایم. اون هدفی که میخوایم، اون رویایی که میخوایم، اون پزشکی که میخوایم، اون دندونی که، اون زمین‌سازی که میخوایم، اون وکالتی که میخوایم، اون حقوقی که میخوایم، اون رشته های تاپ، مهندسی های خوب، دانشگاه های خوب بهش نمیرسن. یکی از علت های اصلیش اینه که این قلق های ریز درس دین و زندگی براشون داستان ساز میشه. نکته های ترکیبی، تکنیک های خیلی خوب، خب هر چی هم بچه ها نگاه کنید تو کتاب ها خیلی چیزی ننوشته. من خودم میکرو طلایی رو انجام دادم، سیر تا پیاز رو انجام دادم، ولی وقتی دو قلم کاغذ میای بنویسی نمیشه نوشت، یعنی یه جوری کتاب ناخوانا میشه. حتما احتیاج به یک بیان داره، به یک بیان حتما سر کلاس داره تو اینا بتونیم بهتون انتقال بدیم، کما که اینجا داریم بخشی از کار رو انجام میدیم. بچه بیاین با ما همراه باشید. این شور و نشاط، این انگیزه، این انرژی، این امید میشه معلول، یعنی نتیجه است معلول. چرا اینطوریه این آدم؟ چرا امید و انرژی؟ چرا شور و نشاط داره؟ چون به پاداش اعمال یا سزای اعمال امید داره. این میشه علتش. چون میدونه خدا کاراشو بی پاداش نمیذاره. اگر کسی کاری بد کنه به سزای اعمالشونو میرسونه. و این بیانگره کدوم صفت خداست که پاداش و جزا رو در نظر میگیره؟ عدالت خدا، عدل الهی شاملش میشه. خب حالا عدل الهی که کدوم آیه است؟ درس 4 سال 10 ترکیب کردم. نیا کنید. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا با تقوا مثل بدکاران؟ نه. یه علامت تضاد گذاشتم. اینا با هم برابر نیستن. این آیه بچه ها عدل الهی رو تو درس بعد میگفت که این اعتقاد به این که اینا با هم مساوی نیستن و عدالت برقراره باعث شور و نشاط و انگیزه میشه. پس علت لاهم یحزنون این آیه ام نجعل المتقین کالفجار که خوبا با بدا برابر نیستن. دیگه چه پیامدی داره دیدگاه اعتقاد به ماد؟ بچه ها دیگه کسی از مرگ نمیترسه. آقا از مرگ نمیترسه یعنی چی؟ نداره خوف، نداره. عربیشو ببین، لا خوفون علیهم لا هم یحزنون، نه ترسی دارن نه اندوهگین میشن. شجاعت رو براشون میاره، آماده فداکاری و دفاع از مظلوم میشن. پس اگر پرسید آسان شدن فداکاری و دفاع از مظلوم به خاطر چیه؟ شجاعت، نترسیدن از مرگ، لا خوفون علیهم. بریم سراغ این که معتقدان به معاد مرگ و ناگوار میدونن یا نمیدونن. اینجا رو نگاه کن، مرگ را ناگوار نمیدانند. این چرا اینطوریه؟ چرا؟ این میدونم معلول، این یه نتیجه است بچه ها. معلول همون نتیجه است. چرا؟ چون به دنیا دل نمیسپرن، این میشه علتش. چون به دنیا دل نمیبندن مرگ و ناگوار نمیدونن. البته اینجوری هم نیستش که آرزوی مرگ کنن، نه آرزوی مرگ نمی کنن، دوستان عمرشون طولانی باشه. خب مرگ برای کسانی رو ناگوار میدونن بچه ها، مرگ برای کسایی ناگوار است معلول که دو تا ویژگی دارن. یک، زندگی رو محدود به دنیا میبینن. دو، با کوله باری از گناه مواجه میشن. یک، زندگی رو محدود به دنیا میبینن. دو، با کوله باری از گناه مواجه میشن. حالا بیا اینجا، گفتم تا آخر ساعت بمون، اون چیزی که اول گفتم الان میخوام ازش استفاده کنم. نگاه کنید بچه ها، زندگی رو محدود به دنیا دیدن آیه داشت یا نداشت؟ گفتیم حالت انحصار ایجاد میکنه، یه حرف منفی میاد با الا، ماهی الا حیاتون دنیا، زندگیمون فقط تو این دنیاست، یعنی زندگی رو محدود به دنیا میبینن. باعث میشه مرگ براشون چی باشه؟ ناگوار و هولناک باشه. من یه جنبندی سری کنم بچه ها، ناگوار بودن یا نبودن مسئله این است. مرگ برای کسایی ناگوار است که زندگی رو محدود به دنیا میبینن و با کوله باری از گناه مواجه میشن. مرگ برای کسایی ناگوار نیست
نیست که به دنیا دل نبسته اند. اینو با خودتون جمع بندی کنید بیاید اینجا. آقا اینا از خدا، یعنی معتقدان مواد، از خدا عمر طولانی میخوان. اصطلاحا میگیم عمر جنتی میخوان. چرا عمر طولانی میخوان؟ تا اندوخته کاملتر درجات بهش نائلتر، اندوخته کاملتر درجات بهش نائلتر برسن، به درجات بالای بهش برسن. پس این عمر طولانی وسیله است، علت، تا اندوخته کامل بشه و به درجات بالا برسد. حالا یه سوال، مرگ کلا چیز خوبیه یا بدیه یا بستگی داره؟ نظرتون چیه بچه ها؟ مرگ طبق این نکاتی که گفتیم یه جنبندی بریم، مرگ چیز خوبیه یا بدیه یا بستگی داره؟ و اگر بستگی داره بگیم به چی بستگی داره. خب آها، میگه که بستگی داره ولی نه به عمل بچه ها، به دنیا بستگی داره، به دنیا بستگی داره. اگر دنیا اوضاع خوب باشه، من بتونم اندوخته بیشتری کسب کنم، دوست دارم عمرم طولانی باشه، به درجات بالاتر برسم. اگر دنیا ذلیلانه باشه، اگر دنیا ذلیلانه باشه، دوست دارم تو تر اینجا برم، دنیا بد میشه، مرگ خوب میشه. حالا بریم سراغ سخن امام حسین که مرگو تو چه شرایطی خوب میدونه. نگاه کنید، مرگ همیشه خوب نیستا، همونطور که گفتید بستگی داره. آها، امام حسین علیه السلام بچه‌ها دو تا سخن داره، دو تا حدیث داره. حواست باشه، حواست اینجا باشه، باید بدونی مخاطب حدیث کیه. یکیو بچه‌ها خطاب به یزیدیان گفته، یکیو خطاب به یارانش گفته. حواستو جمع کن. امام حسین خطاب به یزیدیان میگه مرگ برام سعادته، یعنی مرگو خوب میدونه. چرا؟ چون زندگی با ظالمان یه ذلته. این شعار ماست همیشه، مرگ برام سعادته چون زندگی یه ذلته، مرگ برام سعادته چون زندگی یه ذلته. پس مرگ و سعادت میدونم معلول، این یه نتیجه است، چون زندگی ظالمانه ننگ و خاریه، این علتشه. پیامش ببین چی نوشتم بچه ها، این سال کنکور 91 هم بوده. عامل سعادت یافتن مرگ، چرا مرگ سعادت میاره؟ چون زندگی دنیا ذلیلان است با ظالمان، زندگی دنیا چون ذلیلان است، علت، پس مرگ برام سعادت میشه، این میشه معلول. مرگ کلن چیز خوبی نیست، اگر زندگی ذلیلانه شد چیز خوبی میشه. بریم حدیث امام حسین خطاب به یارانش چیه. امام میفهمد مرگ چیزی نیست مگر یه پولی، گذرگاهی، معبری که شما رو از سال سختی ها به سال سعادت، کرامت، بهشتای پناور عبور میده. بچه ها نگاه کنید، مرگ به چی تشبیه شده؟ به معبر. مرگ به گذرگاه تشبیه شده. خب میگه پس کدام یک از شما کراهت دارد؟ کراهت که میدونی یعنی تنفر، بیزاری. حالا یه خورده قلم به سلومش بخواد کنه بچه ها، میگه اشمعزاز. اوه چی شد؟ اشمعزاز یعنی تنفر و بیزاری دیگه، همونه. کدام یک از شما کراهت داره از زندان به قصر منتقل بشه؟ هیچ کس بچه ها، هیچ کی دوست نداره، از هیچ کس بدش نمیاد، کراهت نداره از زندان بره به قصر. بچه زندان منظور همون تشبیه دنیاست، قصر چیه؟ آخرته. میبینید تشبیه امام حسین از دنیا به زندان تشبیه کرده، آخرت هم به قصر تشبیه کرده. کی بدش میاد؟ هیچ کس. پس بچه جوابش منفیه. به این سخن امام حسین میگن استفهام انکاری. یه بار تو کنکور 93 استفهام انکاری سوال اومده، دیگه چاره نیست، ما همش باید تو آیات احادیث به استفهام انکاری هم اشاره بکنیم. خب اما دیدگاه انکار مواد ببینیم چیه، انکار مواد دیدگاهش چیه، منکران ببینیم چی میگن. بچه یادتون باشه چند لحظه پیش گفتیم منکران مواد جسم براشون اصله، درسته؟ میگن با نابودی جسم، با نابودی جسم پرونده اعمال انسان بچه ها کیا بسته میشه؟ برای همیشه بسته میشه بچه ها، همیشه بسته میشه. ما چند جا اینو دقت کن، اینو دقت کن، اینو دقت کن، پرونده رو بچه ها ما سه جای این درس داریم. میگه پرونده زندگی چند ساله انسان با مرگ بسته میشه، کاملا درسته.
آقا با مرگ پرونده زندگی چند ساله بسته میشه. اوکی، این مشکلی نداره. بعد میگه پرونده زندگی دنیا بسته میشه. اینم درسته، پرونده زندگی در دنیا بسته میشه. اما اگر بگه پرونده برای همیشه بسته میشه، این میشه انکار معاد، این میشه انکار معاد رنگیش کردم. انسان رهسپار نیستی میشه، میره تو عدم، میره تو عدم. بریم سراغ آیش. و قالو، کیا گفتن؟ کافران گفتن ما هی الا حیاتون الدنیا، زندگیمون فقط تو این دنیا. بچه نکنید، ما هی الا انحصار داره، میبینی؟ محدود و منحصر میدونند زندگی رو به دنیا. آقا اگر کسی زندگی رو محدود به دنیا ببینه، با کوله باری از گناه مواجه بشه، مرگ رو چی میدونه؟ ناگوار میدونه. این همونی بود که گفتیم عامل ناگواریه، درست شد؟ قبلا هم آیه شو آوردیم دیگه بچه ها، عامل ناگواری هاش. زندگی رو محدود به دنیا میبینه، ماهی الا حیاتون الدنیا، فقط میگه تو دنیا این ما. خب این کافرها اینجوری هست. حالا خیلی این قسمت رو گوش کن، خیلی این قسمت رو گوش کن. سوال کی داشت؟ گفته تصویر جزوه، تصویر این جزوه رو بذار. بله بله حتما. امیر نادی چشم، نوشته شده ها رو هم براتون میذاریم، متا گوش بدید تا آخرش بچه ها، تا آخرش گوش بدید، چون که جزوه خالی که به درتون نمیخوره، توضیحاتی که پیرامونش داده میشه به صورت تصویری و صوتی در اختیارتون قرار میگه، اینها خیلی مهم است. بچه سر کنکور فرض کن، سر آزمون، سر آزمون از هر جا نشستی، سر آزمون نشستی، میگه نموتو و نحیا. گوش کن، نموتو و نحیا یعنی میمیریم زنده میشیم، میمیریم زنده میشیم. آقا یه شخصی که میگه میمیریم زنده میشیم، به نظرتون تایپ کنید بچه، یه شخصی که میگه میمیریم و زنده میشیم، به نظر شما این منکر معاده یا معتقد معاد؟ میمیریم زنده میشیم، نموتو و نحیا، خدا وکیلی سر جلسه ببین، میمیریم زنده میشیم منکر معاده یا معتقد معاد؟ شما بگین. سلام خوبی؟ یه لایو میرسن. خب آره ببین، آدم شک میکنه سر جلسه. آقا یه نفری که میگه نموتو و نحیا، میمونیم. آقا این بنده خدا منکره یا معتقده؟ نمیدونیم چیکار کنیم. خب آقا اینجا نگاه کن، میمیرم بعد زنده میشم، چی داره میگه؟ حواست باید به ترجمه باشه. اینجا من یه نکته، یکی از تکنیک هایی که باید بهتون بچه ها خیلی تاکید کنم، یکی از نکته های خیلی مهم، ترجمه آیات خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعضی از لغات دشوار، بعضی از عبارات دشوار، نگاه کن، من ترجمه روش نوشتم، البته جزوه نوشتیم، گروهی از ما میمیریم یه گروه دیگه زنده میشیم. آقا خودشو نمیگه که، نمیگه ما من خودم میمیرم بعد فردا دوباره زنده میشم که بشه معتقد ما. نه 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 نه، این آیه مال کافرا بود، آفرین، مال منکرا بود. میگه گروهی از ما میمیریم گروهی دیگه زنده میشیم. خیلی خطرناک شد تستا بچا. مفهوم این که یه گروه میمیرن یه گروه دیگه زنده میشن چیه؟ جلوش نوشتم تداوم نسلو داره میگه، اصلا ربطی به معتقدان معاد نداره. و ما یهلکنا الا دهر، و ما رو جز دهر نابود نمی کنه. یعنی چی؟ بچه بازم ساختار رو نگاه کن، حرف منفی ما با الا انحصار ایجاد می کنه. میگه تنها عامل نابودیمون گذشته روزگاره. خدمتون عرض کنم و ما لهم بذالک من علم، به این موضوع به هیچ عنوان علم ندارن، علم ندارن. پس چی دارن؟ جهالت دارن بچه ها. جهالت یعنی چی؟ یعنی از رو ناآگاهانه دارن سخن میگن. ان هم، با ساختار انحصار رو نگاه کن، ان هم الا یظنون، فقط و فقط و فقط از روی ظن و گمان حرف میزنن بچه ها، از روی گمان. پس مشخص میشه علم و گمان با هم تقابل و تضاد دارن، اینا با هم جور در نمیان. حالا بریم سراغ پیامدهای انکار معاد، بعدم کلی تست و تکنیک براتون در نظر گرفتم. بریم اینجا بچه‌ها، منکران معاد دو تا فاز پیدا میکنن. خوب تو ذهن جمع بندی کن، این بخشو خیلی بچه‌ها مشکل دارن، قاطی میکنن. بچه‌ها گروه اول
دچار قفلت و سرگرمی برای فراموشی آینده میشن. فاز اول قفلت و سرگرمی و فراموشیه. چرا؟ چون انسان میل به جاودانگی داره، میل به کمال نامحدود داره. یه لحظه نگاه کن آقا، من دوست دارم تا ابد باشم جاودانگی، خب؟ ولی از یه طرف میگم خب من منکرم، آدم بعد از مرگ قبول ندارم، نابود میشم، خب داغون میشم دیگه. میل من دوست داره تا ابد جاودانه باشه، ولی از یه طرف میگم نیستم. چه اتفاقی میفته؟ میزنم تو فاز قفلت و سرگرمی برای اینکه آینده تلخ رو فراموش کنم. آقا با چی فراموش میکنه آینده تلخ رو؟ با سرگرمی. به جای فراموشی تو تست به چی میگه؟ میگه نسیان آینده تلخ. به خاطر چیه؟ قفلت و سرگرمی و میل به جاودانگیه. میل به جاودانگی داره، بی نهایت طلبی هم داره. خب حالا عاقبتش چی میشه؟ بچه ها عاقبتش فرو میره در هوس ها. نگاه کنید، نه فرو میره در گرداب آلودگی ها. ما یه فرو رفتن در هوس ها هم داریم، مال اونایی که معتقد معادن ولی ایمان و باور قلبی بهش ندارن. دو تا فرو رفتن داریم. فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نتیجه غفلت و سرگرمی و فراموشیه. فرو رفتن در هوس ها نتیجه اونایی که ایمان و باور قلبی به معاد ندارن. بیا اینجا، فاز اول شد غفلت و فراموشی و سرگرمی، درست شد؟ فاز دوم، یه سری نمیتونن بزنن تو فاز سرگرمی، نمیتونن برن تو فاز غفلت، نمیتونن مرگ و فراموش کنن. ببین، ناتوانی در فراموش کردن مرگ باعث میشه زندگی دنیا براشون بی ارزش بشه یا کم ارزش. نگاه کن، بی ارزش بشه. بی ارزش کم ارزش رو چند لحظه بعد تو یه جدول قشنگ نکتهشو میگم. یعنی زندگی براشون پوچ بشه، پوچی. زندگی چند تا نورش پوچ میشه، دچار یأس، ناامیدی، بیماری های روحی روانی، تیمارستانی و سرگردانی میشن. چرا؟ چون نتونستن مرگو فراموش کنن. بچه حالا بیاین سراغ این تست شماره 7 ببینم چند میشه. بگید ببینم کدام مورد اعتقاد کسانی که و ما حاضر حیات و دنیا الا لهوان و لعب. خیلی خطرناکه تستش بچه ها، رفته تو همون فاز بی ارزش کم ارزش. نگاه کن، تست و کنکور 98 هم هست، عدد دقیانوس نیست، حواست به نکته باشه. بیایم ببینیم بچه ها. اول این آیه انکار معاد یا اعتقاد معاد. اول رو به من بگو، دنیا لهو و لعبه، دنیا رو کم ارزش میدونه، اعتقاد به معاده. درست شد؟ آها آها، یعنی مرگ و یه غروب میدونه برای جسم، طلوعی درخشانتر برای روح. بین یک و دو خوب انتخاب کنم. آقا چرا 3 و 4 نمیشه؟ آقا چرا 3 و 4 نمیشه؟ زندگی چند روزه دنیا گفته بی ارزش. باید چی میگفت بچه ها؟ باید چی میگفت؟ باید میگفت کم ارزش. بچه ها نها کنید، خیلی خطرناک شد. بغلش هم کم اعتبار استفاده کرده، درسته ولی بی ارزشش غلطه. 3 و 4 رفت کنار. بین یک و دو میگه آنان آخرت را چگونه توصیف میکنن؟ آقا اونایی که میگن دنیا لهو و لعبه، میگن آخرت چیه؟ آخرت چیه؟ باریکلا بارانا، باریکلا مهتاب، باریکلا سارا، سهیل، فاطمه، باریکلا سلحشور، راهله. آها ببین، میگن آخرت حیوانه. حیوانه یعنی زندگی حقیقیه. گزینه یک شد جواب. حالا نکتهش رو بگم برات بچه ها. نگاه کنید، اینجا رو داشته باش، اینجا رو داشته باش. اگر تو تست بگه دنیا کم ارزشه، دنیا کم ارزشه، این دیدگاه معتقدان معاده، چون بالاخره از دنیا مزرعت و آخرت با دنیا میخوایم آخرت رو بسازیم. اگر بگه دنیا بی ارزشه، این دیدگاه منکران معاده. کم ارزش و بی ارزش. بچه کم ارزش دیدگاه معتقدانه، بی ارزش دیدگاه منکرانه. بچه حالا اینجا نگاه کنید، اونایی که میگن دنیا کم ارزشه، اونایی که میگن دنیا کم ارزشه و معتقد به آدن، آیش ماهی داره یا ماهازهی داره؟ اینجا رو نگاه کن، آیش ماهازهی داره. ولی یه آیه دیگه داریم بچه ها شبیه همینه، نگاه کن، اون ماهی داره. اوه اوه، خیلی شبیه بچه ها. نگاه کنید، ماها زل حیات الدنیا، ماهی الا حیات الدنیا. خطرناکیش کجاشه بچه ها؟ همین اولشو باید تشخیص بدی. من اینجوری برات بگم، اونی که ماها زهی داره اعتقاد معاده، اونی که ماهی داره ماهی منکران معاده. یکی بچه ها داشتش
این درس رو تو کلاس گفتم، گفتم ماهازهی داشت معتقدان، ماهی داشت منکران مادی. چیز جالبی گفت، گفت آقا ماهی لغزنده است میلغزه، منکران مادی هم لغزش رو اشتباه دارن، این اون که ماهی داره لغزش داره، منکران مادی اینجوری برخورد کد کرده بود. چیز جالبی بود. پس حواستون به این نکته باشه، برای منکران معاد چون نمیتونن مرگ رو از ذهنشون بیرون کنن، زندگی بی ارزش میشه. و آیش هم ماهی الا حیاتون دنیا، زندگیمون فقط تو این دنیاست، نموت و نه یا میمیریم و گروه دیگه زنده میشن. و اما دنیا کم ارزش میشه برای اونایی که معتقد معادن، معتقد معاد آیش ماهازه الحیات دنیاست، نه ماهی الا حیاتون دنیا. این جدول خوب به خاطر بسپر، هم مقایسه دعای خوب انجام شده، هم کم ارزش بی ارزش خوب انجام شده که باش تست کنکور 98 هم حل کردیم. بریم یه تست دیگه بچه ها، تست شماره 8 رو همه نگاه کنن، همه نگاه کنن. بی ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه. آقا بی ارزش میشه برای کیا؟ بی ارزش میشد برای اون منکران معادی که نمیتونستن فکر مرگ رو از ذهنشون بیرون کنن. بیا اینجا بگیم بچه ها، شروع کردن بچه ها، اون منکرانی که نمیتونستن از ذهنشون فراموشی مرگ رو بیرون کنن. آماشالله تینا، هانیه، شیاسی، بارانا، سارا، فاطمه، حمید، سهیل، سارا، باریکالله باریکالله. یعنی اونایی که نمیتونن مرگ رو فراموش کنن، دچار غفلت و فراموشی و سرگرمی بشن، گزینه یک یا گزینه دو. و قسم دوم که منکر معادن، مرگ و پایان زندگی میدونن، گزینه یک شد. دمتون گرم. بریم بچه ها سراغ تست 9. تست 9 باز کنکور 98. نگاه کن کدام آیه شریفه به دیدگاه برخی انسان ها اشاره داره که حقیقتی جز جسم و تن براش قائل نیستن. بچه ها کیا بودن جز جسم و تن برای ما چیزی قائل نبودن؟ منکران معاد بودن، درسته؟ بچه ها طراح دقیقا ببینید، گزینه دو گفته ماهی الا حیاتون دنیا، گزینه سه گفته ماهاز الحیات دنیا، گزینه یک و چهار که اصلا مال درسای دیگه است خیلی پرت و پلاست. بین دو و سه ببین کجای آیه رو بریده که شما نتونی تشخیص بدی اگر ندونی اون جدولی که گفتم. باز کنکور 98 بچه ها، گفتم اگر ماهی داشت میشه منکران معاد گزینه دو، ماهازهی که آیه معتقدان معاده، این دوتا آیه شبیه هم شد، خطرناک شد. باریکالله بچه ها، فاطمه، ارشیا، مهتاب، حمید، سهیل، سارا، باریکالله به همه. بریم سراغ داستان بعد، خواهش میکنم. خب بچه ها تست 10 رو فکر کنید، بررسی کنید ببینم. تست 10 من زدم بچه ها، باریکالله. تست شماره 10، آقا عجب تستیه، خدا وکیلی نگاه کن، با اصطلاحات قلمبه سلمبه، چهره ملکوتی و نه ملکی دنیا رو در آینه وحی الهی مشاهده کنی. ممنون. آقا چیه داستان؟ چهره ملکوتی، ملکوتی گفتم اصطلاحات قلمبه سلمبه داریم بچه ها توی تستا، اینجا نکن. ملکوتی یعنی معنوی و حقیقی، چهره معنوی و حقیقی. ملکی یعنی مادی و دنیوی. خب الان ما یه آیهی میخوایم هم دنیا رو به صورت مادی و دنیوی گفته باشه، هم آخرت رو به صورت ملکوتی و حقیقی. خب کدوم آیه در مورد آخرت صحبت کرده؟ ببین گزینه 3 و گزینه 2 در مورد آخرت صحبت کرده. 3 گفته آقا ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح داشتی، نه ترسی داری نه اندوهی. بچه این پیامدها اعتقاد به ماده. ولی گزینه 2 داره میگه آخرت حیوانه، آخرت معنوی و حقیقی. حیوان یادت میگفتیم معنیش میشه حقیقی.
حالا مادی و دنیاویش کجاست؟ میگه دنیا لهو و لعب، سرگرمی و بازیه، اینم جنبه مادی و ملکیش. پس گزینه دو بود، همونطور که خیلی از بچه ها باریکلا و حواس جمع داشتن. بچه ها تا من نکته قبلی رو بگم، یک مطلبی رو اطلاع رسانی کنم. روز بچه ها دوشنبه، روز دوشنبه پس فردا، یعنی ساعت 6:30 با استاد درویش، استاد عمران درویش، استاد بزرگ مشاوره، کلاسی رو دارید که تو بنر فکر میکنم ثبت نشده. اینو یک حاشیه گوشه جزوهتون، گوشه حاشیه ذهنتون داشته باشید، یادداشت کنید، حتما استفاده کنید. روز دوشنبه ساعت 6:30. و بچه هایی هم که جهت ثبت نام کلاس میخوان مراجعه بکنن، بچه های دخترانه به خانم جهانگیری مراجعه بکنن جهت ثبت نام که کارشون صورت بگیره، و بچه های پسرانه هم به آقای مطلبی مراجعه بکنن جهت ثبت نام کلاس. ما کلاس طول سال رو در خدمتون خواهیم بود. البته البته هنوز بچه ها خیلی تو این کلاس مطلب داریم. ما اصلا این جلسه رو جهت مثلا فقط تبلیغ و یه شوی رفته باشیم، اصلا به شما نیست. من خیلی نکات بیشتری میخوام الان اینجا بگم براتون که یه پیش زمینه ای حتی باشه برای ورود به کلاس اصلیمون. یعنی این جلسه بسیار برامون کاربردی و مهم هستش که حتما با ما باشید. جناب سهیل، ما کلاس مشاوره ساعت 6:30 شد. آره، کلاس مشاوره دوشنبه ساعت 6:30. خب نکته دیگه ای رو بگم. آقا یه گروه هستن، گوش کنید، یه گروه هستند معلوم نیست فازشون چیه، معتقد معادن، منکر معادن. بچه ها اینا تو فکرشون معاد و قبول دارن، اعتقاد دارن، ولی باور قلبی ندارند، ایمان و باور قلبی ندارن. خب چون این طوریند، زندگی و رفتارشون اصلا تفاوتی با منکران نداره. یعنی مثل منکران معاد زندگی میکنن. آقا معتقد معاد هستن، ایمان و باور قلبی ندارن، رفتارشون شبیه منکرانه. این افراد به دلیل، خوب گوش کن، به دلیل فرو رفتن در هوس ها. بچه ها یادتونه گفتم دوتا فرو رفتن داشتیم؟ بذار من این صفحه جدید باز کنم، این نکترم بنویسم، این نکترم عیب نداره چیز میکنیم، شیر میکنیم، نگران نباشید. اگر که بچه ها ما یه فرو رفتن در گرداب آلودگی ها داشتیم که این عاقبت انکار معاد بود، یه دونم الان داریم دیگه، فرو رفتن در هوس ها داشتیم، داریم که این علت معبود و هدف قرار دادن دنیا و قفلت است. آخرت برای کیاست؟ برای اون دسته ای که اصطلاحا بهشون میگن معتقدان بدون باور قلبی. اینا باور قلبی ندارن. خب اینا فرو میرن در هوس ها. حالا الان اینو من سیف میکنم بچه‌ها، میگم براتون پی دی افشو بذارن. خیلی الان اگه عکس گرفتید، نگرفتید خیلی نگران نباشید. من برگردم سراغ صفحه‌ای که داشتم روش کار میکردم، اونم اینجا بود. نیا کن، به دلیل فرو رفتن در هوس ها میشه علت، میشه علت، خواهش میکنم، دنیا رو معبود و هدف قرار میدن، از یاد آخرت غافل میشن، زندگیشون تفاوتی با منکران نداره، زندگیشون تفاوتی با منکران نداره. حالا همین چیزی که من الان گفتم، بچه ها تو کنکور تجربی 98 صورت تست بوده. بچه ها تست رو نگاه کنید، بگید گزینه چند میشه تا من نکته فنیشو بگم براتون. دمتون گرم، دمتون گرم، مرسی از مشارکتتون. پیامد این تفکر که برخی افراد با این که میگوین معاد و قبول دارن ولی بهش به گونه ای عمل میکنن که انگار آخرت در پیش نیست، کدام مورده؟ بچه ها خیلی از بچه ها سر کنکور بین گزینه یک یا دو موندن، یک یا دو. درسته باور قلبی تبدیل نشده، این درسته، ولی این آخرش که میگه به لطف و رحمت الهی امیدوارم، اصلا تو کتاب نبود، اینو حذف کردیم. پس گزینه یک میشه فرو رفتن در هوس ها، دنیا رو معبود و هدف قرار دادن، از یاد آخرت غافل شدن، در نتیجه زندگیشون تفاوتی با منکران نداره. حالا چی میخوام بگم بچه ها از این سوال، از مطرح کردن این سوال چی میخوام بگم؟ خوب حواستو جمع کن، خوب حواستو جمع کن.
بچه ها این صورت سوال رو نگاه کنید. صورت سوال، برخی میگویند آخرت را قبول دارند اما زندگی خود بگویند که روی آخرت داشت. حالا بچه ها یه تکنیک گفتم اینجا، ما کتاب درسی به شدت برای اون مهمه، برخلاف این که بچه ها فکر میکنن اندیشه تحقیقا یه سری سوال های ساده است یا به نظر شما دارن، اصلا اینطوری نیست و در کنکور میاد. الان شما اندیشه یکی همین درس رو نگاه کنید، چرا برخی از افراد با اینکه میگویند آخرت رو قبول دارن در زندگی خود به گونه‌ای عمل میکنن که گویی آخرتی در پیش نیست؟ این سوال رو دیدیم، الان کتاب برش زدم اینجا نشونتون بدم که قشنگ ببینید. خب دقیقا همین صورت تست تجربی 98، برخی افراد به گونه‌ای عمل میکنن که اینجوری این گویی آخرت در پیش نیست. یعنی ببین فکر نکن اندیشه تحقیقا نمیاد تو کنکور، حتما میاد تو کنکور، بنابراین حتما کتاب درسی باید بررسی بشه. بچه ها من علاوه بر این که یه جزوه جمع جور و خوشگل و جمع بندی شده و دیدید شاخه بندی شده بهتون سر کلاس خواهم داد، علاوه بر این خط به خط و کلمه به کلمه کتاب درسی رو بررسی خواهم کرد، چون این کار حتما باید شما انجام داده باشید. و بلکه بگم کار اصلی ما جزوه من و اون و اینا نیست، چون از رو جزوه من یا از رو کتاب فلانی یا از رو چیز بیساری سوال کنکور طراحی نمیشه، از رو کتاب از تست کتاب درسی تست طراحی میشه. الان یه دونه دیگه بهتون نشون بدم بهتون یقین بشه که چقدر کتاب مهمه. نگاه کنید یه تیکه دیگه از کتاب آوردم، گفتم از طرف دیگر همین عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود. آقا دفاع از حق و فداکاری آسان تر بشه باعثش چیه؟ همین عامله. کدوم عامل؟ آقا این همین که یه چیز مبهمیه، این چیز مبهمی بود. آقا من تو جزوه چی گفتم؟ یه دقیقه بیا اینجا، یه دقیقه بیا اینجا، یه دقیقه بیا اینجا. بچه ها گفتیم نترسیدن از مرگ باعث میشه دفاع و فداکاری، دفاع از مظلوم آسون بشه. عین اینو گفتیم تو جزوه، نترسیدن از مرگ دیگه، درسته؟ جواب میشه نترسیدن از مرگ. ولی شما وقتی کتاب درسی رو داری بررسی میکنی، بچه ها کتاب درسی گفته همین عامل، برای شما باید سوال بشه کدام عامل، که همون گفتیم بچه ها نترسیدن از مرگ، که چند خط قبلش این مطلب رو تو خود کتاب گفته. شما دقیقا میبینی این ضمیر مبهم رو تو تست شماره 12 که کنکور بازم 98 از من پرسیده. مثلا این درس رو به خاطر این انتخاب کردم یه سری تکنیک های اینجوری، تاکیدای اینطوری داشته باشم، تو کنکور 90ش پرسوال بوده، نکته های خیلی باحالی داره. نگاه کنید آقا کدام عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم فداکاری آسان شود؟ میبینی؟ عین این جمله کتاب، همین عامل سبب می شود. کدام عامل سبب می شود؟ مثلا انگار آدم مثلا حس بغضی بهش میگیره، آقا عجب نامردی هستی مثلا طراح، چرا از اینجا سوال دادی آخه؟ این همین عامل کیه؟ خب ننوشته کیه؟ میگه چند خط بالاش نوشته بودم نترسیدن از مرگ. چند شد بچه ها؟ بله دقیقا نترسیدن از مرگ، که پیامد اعتقاد به معاده. باز بی ارزش بودن نمیشه، باید کم ارزش میگفته بچه ها، اینم داشته باشی. خب یه تکنیک دیگه بگم، وعدشم اول ساعت داده بودم بهتون بچه ها، وعدشو داده بودم که آقا اینو در رابطه باش مطرح میکنم. استاد من کلاسم تمام شد، تماس میگیرم ببخشید. خب تکنیک اینه بچه ها، من گفتم آیات رو از ما اخیراً خواسته که حفظ شویم، نه اینکه حفظ کنیم. آقا یعنی چی حفظ بشیم حفظ کنیم؟ یعنی چی؟ چگونه؟ بچه ها نگاه کنید، ما با برخورد زیاد با آیات، با دیدن زیاد آیات، با تکرار زیاد آیات، یه موقعی من یه آهنگ خاصی روی آیه‌ای میخونم، یه موقعی ریتم خاصی استفاده میشه، یه موقعی یه سری کلید واژه خاصی رو یاد میگیریم سر کلاس، با تکرار و تمرین، چه سر کلاس چه با کتاب، با بعضی کتابا مثلا ما تای میکشو تله نیا کنیم، یه جدولی درست کنیم، سوال جوابی آیات رو پرسیدیم حفظی، چه تو تست زدن، آیات رو ناخودآگاه حفظ بشیم، یه کاری کنیم که با ارتباط زیاد با آیه، آیه رو ناخودآگاه حفظ بشیم. وگرنه من حفظ کنم نمیخوام حافظ قرآن تربیت کنم، که
من حفظ بکنم، نمیخوام که مثلا فرض کنید یادم میره سری دیگه اگر حفظ کنم. حالا مثلا نیا کنید، ما سه تا آیه خیلی مهم تو این درس داشتیم، این سه تا آیه رو با هم ببینیم حفظ شدیم یا نه. من آمن بالله، ایمان به خدا، و الیوم الاخر، و روز قیامت، و عمل صالحا. این ستا رو با هم دارن. لا خوف علیهم، لا هم یحزنون، نه ترسی دارن، نه اندوهگین میشن. ببینی یه ریتمیه که آیه رو به یاد من میاره، ایمان و عمل صالح باعث نترسیدن و اندوهگین نشدن. خب آقا نکن، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، نیست زندگی این دنیا جز سرگرمی و بازیچه، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، به خصوص کلمه حیوان، به خصوص کلمه لهو و لعب، اینا کلید واژه های آیه بودن، باید به خاطر بسپرم. تهش چی داشت؟ لو کانو یعلمون، اگر که می دونستن به دنیا دل نبستن، اگر که می دونستن به دنیا دل نبستن. بچه که از ما همیشه اینقدر یه سری آیات رو تکرار کردیم، خوندیم با یه رحن خاصی و ریتم خاصی تو ذهنشونه دائما، حالا بعضی موقع تو زنگ تفریح، بعضی موقع تو استراحتشون، بعضی موقع توی در واقع حالتهای خاصی که برای خودشون دارن. یه موقعی که کلاس حضوری بود تق میزدم پای تخته، من میمونم سر کلاس یه حدیثی یه شعری و یا آنگا میخوندن، یعنی برای خودشون ملکه شده بود. برای خودتون میتونید این کار رو انجام بدید، آیاتو حفظ بشید. خب و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، زندگیمون فقط تو این دنیا، ما هی الا حیاتنا الدنیا، زندگیمون فقط تو این دنیا، نموت و نحیا، میمیریم و زنده میشیم، میمیریم و زنده میشیم، و ما یهلکنا الا دهر دهر دهر، فقط دهر ما رو نابود میکنه گذشته روزگار، و ما لهم بذلک من علم، علم علم به این موضوع علم ندارن، انهم الا یظنون، فقط زن و خیالن تو این فازن. خب یه تکنیک دیگه بچه ها، یه جاهای علت منلیابی گفته بودم توضیح میدم، یعنی شاید طولانی شد، بعضی بچه ها یه ذره خسته شدن، بیاین اینجا یه خورده دیگه بگم و این سفر رو تموم کنیم و یه تعداد تست حل کنیم کلی و بریم. بچه ها نیا کنید، تکنیک دیگه، یکی از راههایی که شما میتونید علت معلول رو تو آیات پیدا کنید اینه، کلمه من میاد، هر کس اینطوری باشه، بعدش یه ف میاد، پس اینطوری میشه، بعد از من بچه ها بلا فاصله علت میاد، بعد از ف بلا فاصله معلول و نتیجهش میاد. خب نگاه کنید، من آمن بالله، ایمان به خدا، و الیوم الاخر، و روز قیامت، و عمل صالحن، این ستا رو با هم دارن، این میشه تازه علت. ف لا خوفون علیهم، لا هم یحزنون، نه ترسی دارن، نه اندوهگین میشن، این میشه معلول نتیجهش. الان تست 13 رو بچه ها بگین چند میشه، تست 13 رو شما بگین چند میشه. اونایی که ایمان و تقوا و عمل صالح دارن، ایمان به خدا و رسول و عمل صالح دارن، اینا نه ترسی دارن نه اندوهی. گزینه 3 شد، یعنی آیه یاد من اومد، این بهره یعنی نتیجه. الان میخوایم تیپ تست علت معلول و کلید واژه‌های دیگه‌ش هم بگیم. بچه علت و معلول تو متن‌ها اگر میخواید، بس آیه رو گفتیم، مرسی از مشارکت همگی، مرسی مرسی. تو علت و معلول بچه تو متنها چجوری تشخیص بدیم؟ تو آیه که گفتیم ف میاد قبل ف علت، بعد ف معمولا باستا با نتیجه و معلول میاد. توی متنها بچه کلمه زیرا یا چون، حالا یا خود کتاب نمیشه یا خودت میتونی بذاری بسازی جمله رو، بلا فاصله بعد از زیرا یا چون بچه علت ظاهر میشه، این راه تشخیص علته. آقا علت من اصلا چی هست؟ ببینید بچه علت همون دلیله، معلول میشه نتیجه. علت همون منشأه، معلول همون ناشیه. علت همون سببه، معلول میشه ثمره. اگه بگن مسبب یک چیز چیه، یعنی علت یک چیز چیه،
علت همون موجب معلول میشه میوه، علت زمین ساز معلول میشه پیامد، علت میشه مولد، معلول میشه مولود، معلول میشه مولود، علت همون خواستگاه، معلول همون برخواسته است، نتیجه است، علت همون زاینده است، معلول همون زاییده است. اینجا رو خیلی به پا قرمز رنگم نوشتم، میبینی بچه ها؟ مطبوع همون علته. حواست رو جمع کن، اینایی که تا ساعت آخر موندن و مطلبی میخواد گیرشون بده اینجا رو گوش بدن بچه ها. وقتی میگم مطبوع یک چیز چیه، یعنی علت یک چیز چیه، خیلی از بچه ها فکر میکنن چون مطبوع بر وزن معلول پس باید همون باشه، در حالی که کاملا برعکسه. مطبوع میشه علت، تابع میشه معلول. مطبوع یعنی تبعیت شده، اونی که جلو میره پیشرو علت، تابع یعنی اونی که پیرو به دنبالش معلول و نتیجه میاد. علت همون ریشه و سرچشمه است، معلول همون پدیده و بهره است، که الان نگاه کنید تو تست از ما بهره رو خواسته، یعنی معلول رو خواسته، معلولم بعد فهم میاد فلا خفون علیهم ولا هم یحزنون. بهره یعنی معلول، همون نترسیدن از مرگ بود که تو اینجا گفته بود و اندوگی نشده بود، علتش رو خواسته بود که میشه همون داستان ایمان به خدا و رستاخیز. بچه اگر سوالی تا اینجا دارید بگید، اگه نه من برم سراغ یه سری از سوالات و تست های خفن. خب آره اینه. اوکی بریم سراغ تست. بچه ها تست اول رو نگاه کنید، یک مجموعه تست هایی رو بزنیم از این دست که مطمئن بشیم ایشالا سر کلاسمون هم بچه ها کلی نکته و کلی تست، بررسی خط به خط کتاب درسی، چه بررسی نموداری و جدولی درس رو با هم حتما خواهیم داشت. و کار ثبت نامش هم عرض کردم دیگه، خانوما به در واقع خانوم جهانگیری مراجعه کنن جد ثبت نام، پسران به آقای مطلبی. خب پرسیده دیگه سوال کمتر میذارید کجا؟ اسم کانال واتساپ رو بگین. هنوز کانال واتساپ هم تشکیل ندادیم، اونا که ثبت نام میکنن کلاس کنکور 1400 دیگه ثبت نام میشن و وارد میشن. بعد پرسیده در نامه از کجا بخونیم؟ درس نامه. ها درس نامه میکرو طلاییمون رو بگید بچه ها. دو جلد میکرو طلایی، یه جلد درس نامه است، یه جلدم بانک تسته. خیلی هم بچه ها بین کنکور 99400 تفاوت عجیب غریبی ایجاد نشده، کاملا قابل استفاده است. خب تست رو بچه ها دارن میگن، بیایم رو تست. رسول خدا دنیا رو به چه چیز همانند کرد؟ فرمود الناس و نیامون، مردم در دنیا خوابن. بچه ها مثل خوابی کوتاه و گذراست، ولی پل گذرگاهو کی گفت؟ پل گذرگاهو امام حسین گفت. بچه ها میگفت مرگ مثل یه پلیس، یادتونه؟ با مفارقت انسان، مفارقت ببین کلمه قلم سلم بس، یعنی ترک دنیا، ترک دنیا، مفارقت از دنیا میشه ترک دنیا. خب کدام واقعه رخ میدهد؟ خب آفرین، انتبهو رخ میدهد، یعنی ما چی میشیم؟ بیداری و هوشیاری. ببخشید قسمت اول باید میرفتم. انتبهو رخ میدهد یعنی بیدار و هوشیار و آگاه میشیم. گزینه یک، هلاک نمیشیم. یهلکونا مال منکران معاد بود، ما در مورد پیغمبر صحبت کردیم، پس گزینه یک شد. بچه ها تست دو رو بفرمایید. یه موضوع هم بگم بچه ها، بعضی هاشون تو سال کنکور نسبت به دستینی این نگرانی رو دارن که آقا ما پایی دهم و یازدهم مثلا با همون شاید کنکوری و خیلی تستی اینا کار نشده. تو سال دوازدهم بچه ها ما کل دهم و یازدهم و دوازدهم رو صفر تا صد میگیم، یعنی اصلا از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت. خب گفته کدوم حدیث با این آیه که میگه دنیا لهو و لعبه، آخرت حیوانه، قرابت و ارتباط معنایی بیشتری خواهد داشت؟ بچه ها یه حدیث از پیامبر خوندیم، میگفت دنیا کم ارزشه. اصلا اینو بگم بهتون، این حدیث بیانگر کم ارزشی دنیاست. نگاه کنید، کم ارزشی دنیاست و بیانگر حقیقی بودن آخرته. خب
کدوم آیه یا حدیث به داستان در واقع کم ارزشی دنیا اشاره داره؟ بچه ها، اینی که میگه مردم تو دنیا خوابند، هنگامی که بمیرن بیدار میشن، یعنی تو آخرت تو برزخ بیدار میشن، آگاه شده، این بیشترین ارتباطو داره. الناس و نیامون، مردم همه خوابن، فیضا ما تو انتبهو، یعنی زندگی بیدار و حقیقی توی آخرته. گزینه یک میشه و بیشترین قرابت رو داره. بچه ها نگفته کدوم قرابت کلن داره، گفته بیشترین قرابت. یه حدیث دیگه هم داشتیم، میگفت برای فنا و نابودی خلق نشدید، برای در واقع بقا و جاودانگی خلق شدید. خب اون حدیث هم خیلی ربط داشت که این فنا و نابودی میشه دنیا، این بقا و جاودانگی و اینها میشه حیوان و آخرت، که اونم ربط داشت که تو گزینه ها به ما نداده. مرسی از مشارکت. میگن چرا سه نمیشه؟ بچه ها تست سه گفته مرد چیزی نیست مگر پلی، و انسان از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و بهشتای پهناور عبور میده. بچه ها نگاه کنید، گزینه سه در رابطه با مرگ صحبت کرده، تعریف مرگ رو گفته، ولی ما تو آیه تعریف دنیا و آخرت رو میخواستیم. بچه ها این کاری که الان سوالی که پرسیدن جناب شیر غلامی کار خیلی خوبیه. حتما بچه ها سوالاتون رو بپرسید. یه چیزی من بهتون بگم، تو دینی یکی از آفتهای مطالعه دینی اینه که من تست بزنم، بعد به پاسخ صحیح حالا یه جورایی توجیه کنم برسم، پاسخ غلط رو نرسم، چرا غلطه نتونم توجیه کنم، بگم خب حالا حفظ میکنم دیگه، حالا این اومد اینو میزنم. این خیلی کار خطرناکیه، به هیچ عنوان این کار رو نکنید. حتما غلط بودن گزینه هایی که به نظرتون میاد رو حتما مد نظر قرار بدید، و حتما درستی سایر گزینه ها رو هم متوجه بشید که چه گزینه صحیحه. پس بچه ها صورت سوال در رابطه با دنیا آخرت از من پرسیده بود، ولی گزینه سه فقط مرگ رو داشت توضیح میداد که مرگ یه پله که من رو انتقال میده از دنیا به آخرت. خود دنیا و آخرت رو بچه ها توضیح نداده بود. اینم از این. تست شماره سه رو بچه ها بگین. مرگ از دیدگاه رسول خدا کدومه؟ حدیث چی یادتونه بچه ها؟ حدیث چی بود؟ پیامبر می فهمود برای فنا و نابودی خلق نشدید، بلکه برای بقا و جاودانگی خلق شدید، و با مرگ تنها از جهان دیگری منتقل می شوید. ببین پس مرگ عامل انتقاله. آقا چرا غروب نمیشه؟ بچه ها طبق متن درس غروبی برای جسم طولی برای روح هم درسته، ولی طبق حدیث از من خواسته، حدیث رسول خدا رو گفته، حدیث برای من بحث طول و غروب مطرح نکرده بود. علت آن چیه؟ گزینه یک میگه علت آفرینش بقاست، برای بقا آفریده شدیم، خوبه. گزینه سه میگه علت آفرینش رحمت الهی است، نه، میگه شما فقط برای بقا آفریده شدید، نه برای فنا و نابودی. پس گزینه سه من بچه ها همونطور که متوجه شدید گزینه یک. ممنون از مشارکت همگی. تست چهار هم بگین بچه ها چند میشه. تست چهار قطعاً بچه همونطور که میبینید یک کلاس خیلی پرنکته و پرتستی خواهیم داشت توی جلساتی که انشالله اونایی که ثبت نام میکنن در خدمتشون خواهیم بود، و کلی از مطالب براتون جا میفته. یکی از آثار اعتقاد به معاد این است که پنجره امید و روشنی به انسان باز میشه، شروع نشاط آغاز میشه. این مفهوم کدومه؟ بچه آثار اعتقاد به معاد، آثار همون نتایجن دیگه، همون معلول ها هستن. معلول ها بعد از فهمیان، نگاه کن، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اونی که ایمان به خدا آخرت داشته باشه پیامدهاش ایناست. اولا شور و نشاط رو ببین. آقا شور و نشاط گفتیم کسی که شور و نشاط داره غم نداره، لا هم یحزنونه. پس گزینه یک پاسخ ماست. گزینه دو تعریف دنیا و آخرت رو گفته. گزینه سه دنیا و آخرت و دنیا رو گفته، بی کم ارزش آخرت رو گفته، زندگی حقیقیه. گزینه چهارم که اصلا بحث منکران معاده. بله بچه ها گزینه یک میشه. تست پنج رو بگین بچه ها. تست پنج رو بگین. دقت در آیات شریفه، کدام یک از سخنان زیر کافران
کدام که سخن زیرا کافران نه از روی علم بلکه از روی ظن و خیال خود میگویند. بچه ها این که چهار که سخن کافران نیست، سخن پیامبره. گزینه یک یا سه هم سخن معتقدان معاده، دقیقا گزینه دو سخنی است که کافران میزنن. از روی چی؟ از روی ظن و خیال. فقط ما رو چی نابود میکنه؟ گذشته روزگار. دقیقا گزینه پنج میشه، گزینه دو میشه سوال پنج. آفرین بچه. بریم سراغ سوال شیش. بگین سوال شیش. اینا بچه ها سوالاتی میبینید یا سوال تألیفی بوده که توی لرنیتو بوده، چون طراح سوال اونجا هستم، و یا سوال آزمون قلمچیه که تر کردم اونجا و الان دارید سوالات آزمون قلمچی رو باش آشنا میشید. چرا پیروان پیامبران مرگ را ناگوار نمیدارن؟ باری کلا بچه ها، چون بهش دل نمیسپرن و یعنی عمر طولانی رو میخوان که اندوخته کاملتر و درجات بهتر رو بهش برسن. آنها معتقدن مرگ برای چه کسایی ناگوار هولناکه؟ اونایی که زندگی رو محدود به دنیا میبینن با کوله باری از گناه مواجه میشن. اونایی که زندگی رو محدود به دنیا میبینن کیا بودن؟ ماهی الا حیاتون دنیا، زندگیمون فقط تو این دنیاست. گزینه دو پاسخ ما خواهد بود. بله تست هفت رو بگین بچه ها. تست هفت پیامبر میفهمد برای نابودی و فنا خلق نشدید، برای بقا فرجین. تست کنکورم بوده. و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل میشوید، هم تو قلمچی بوده هم تو کنکور. با کدام آیه ارتباط داره بچه ها؟ بقا یعنی جاودانگی، یعنی همون زندگی حقیقی که همیشه توش هستیم. عربی زندگی حقیقی همیشه حیوان. کدوم گزینه حیوان داره؟ گزینه دو دیگه دقیقا. و این بحث فنا و نابودی هم که همون دنیاست میشه همون لهو و لعب. کدوم آیه لهو و لعب داره؟ گزینه دو میشه. بچه ها فقط اگر کسی پرسید آقا چرا گزینه یک نمیشه، چون گزینه یک و دو با هم ارتباط دارن، میگم گفته چون آیه، ولی گزینه یک حدیثه. بچه ها یادتون باشه خیلی وقتا از من ممکن بپرسن کدوم آیه پاسخه، تو گزینه حدیث ببینم. کدوم حدیث پاسخه؟ تو گزینه آیه ببینم. اینا رو اشتباه نزنید. پس هم گزینه دو شد. بچه ها تست هشت رو بگین چند میشه؟ تست هشت من آمن بالله کدوم موضوع رو تجلی میکنه؟ بچه ها یادتونه گفتم یه من میاد بعد از من علت میاد، یه ف میاد بعد از ف معلول میاد. خب گفته گزینه چهار خیلی بیخوده، ایمان و عمل صالح علت، معلول نیست. چهار رو حذف میکنم. یک گفته ترس و غم و اندوه نداشتن معلول ایمان و عمل صالح، این کاملا مرتبطه، چون ایمان و عمل صالح میشه علت، خود معلول میشه ترس و غم و اندوه نداشتن. دو میگه اشاره به پیدایش پیامد نگرش منکران مواد، نه معتقدان مواد. سه میگه ترس و غم و اندوه داشتن علت نیست، بازم معلوله. پس گزینه سعیه ما شد. گزینه چند بچه ها؟ گزینه در واقع همون یک شد. بله نو بگین. زندگی دنیا بدون آخرت که زندگی حقیق و واقعیست چیه؟ آقا دنیا بدون آخرت بگین چیه؟ دنیا بدون آخرت لهو و لعبه. گزینه دو یا چهاره. پیامبر باهوش چجوری بود بچه ها؟ باهوش به یاد مرگه، باوش به یاد مرگ بهتر از دیگران خودشو برای آن آماده میکنه. گزینه 4 این باوش به یاد مرگ به این درد میخوره. خب تست آخر هم بگیم بچه‌ها دیگه، جمع جور کنیم بحثمونو و بیشتر از این متصدع اوقات نشیم. تست 10 کدام مورد بنگر پیامدهای انکار معاد برای انسان در زندگی دنیاست؟ انکار معاد و خواسته ها. آقا کسی که منکر معاده که آماده نمیشه که. دو بیرون آمدن زندگی در بنبست، نه اتفاقا میره تو بنبست. کنارگیری بی‌ارزش شدن زندگی، کاملا درسته، اونا که نمیتونستن مرگ و فراموش کنن دچار بی‌ارزش شدن زندگی پوچی میشدن، لذت هم نمیبرن. پس همون گزینه سه میشه بچه‌ها. تا همینجا بحثمون باشه. امروز سری تکنیک هایی رو عرض کردیم، چه در رابطه با مطالعه درس دیدین، چه در رابطه با نوع کلاسی که خواهیم داد، چه در رابطه با تدریسی که از یک فصل درس دین و زندگی که 100% از سوال میاد در کنکور درس 3 سال دهم
خواهیم داشت. بچه ها حتما باید کتاب درسی بررسی بشه. ممنون. بچه ها شما هم بگین کلاس چطور بود، نظرتون در رابطه با کلاس چیه؟ بچه ها کلاس چطور بود؟ مرسی، ممنون، شما هم عالی بودین. همه لطفا بگن نظرشون رو که ببینیم چطوری بوده کلاس، اوکی بوده یا نه. بچه ها کلاس چطور بود؟ مرسی، ممنون، ممنون از همتون، لطف دارید. بچه ها دم شما گرم، ایشالله که توی کلاس در خدمتتون خواهیم بود به طور مفصل و رضایت بیشتری رو بتونیم برای شما به وجود بیاریم. امیدوارم هر جا هستین بچه ها موفق و پیروز باشین. کلاس مشاوره دوشنبه رو فراموش نکنید، ساعت 6:30 استاد درویش یه کلاس فوق‌العاده مثل همیشه براتون خواهند داشت. تو جدول نیومده، ثبت نام کلاس ها هم فراموش نکنید. دخترها پیش خانم جهانگیری، پسران پیش آقای مطلبی. اگر سوالی، نکته، حرفی، حدیثی هست بفرمایید، اگر نه ممنون از لطفتون، اگر نه در واقع از محضرتون مرخص بشیم و ممنون از لطفتون، سلامت بشیم. خواهش میکنم بچه ها. پس اگر سوالی نیست با اجازتون من مرخص میشم. امیدوارم هر جا هستین سالم، پیروز، موفق و سربلند باشید. فعلا خدایا رو نگهدار همتون.